بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، صلوات هدیه بفرم. عرض ادب به پیشگاه صاحب ما، فریادرس ما، منجی ما، آقای ما، مولای ما، حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج. موضوع بحث ما مقدماتی در فهم عقاید اسلامی است یا سیر تکون عقاید شیعه است. این خیلی مهمه که ما بدونیم عقایدی که داریم به چه شکل به ما منتقل شده. در عصر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فهم مخاطبان از کلمات معصومین علیهم السلام چه بوده و به چه شکل رشد پیدا کرده. خیلی وقتا عقائدی که در ذهن ما هست یا مرتکزات ما، یعنی آن چیزی که در پیشفرض ماست، پس ذهن ماست، تصویر پس زمینه ذهن ماست، ممکنه روی هیجانات، جوها، جریانات سیاسی یا اجتماعی، اتفاقات روز، اینها شکل گرفته باشه. مثلا فرض بفرمایید دولت صفویه آمده و اینکه تا قبل از این مالیاتی رو که میخواستن شیعیان بپردازن به حکومت‌های غیر شیعه میگفتن دیگه طاغوت، دیگه زورش زیاده دیگه. اما وقتی حکومت صفویه میاد که حالا اون هم یک حکومت همه جانب مشروع از نظر فقهای ما نبوده، اما مسئله خراج اون وقت میشه مسئله روز، یعنی اتفاقات اجتماعی. شما نگاه کنید کتبی که راجع به خراج و مالیات فقها در عصر صفویه نوشتن تازه مسئله پیدا شده. حالا یه دولت شیعیه میخواد مالیات بگیره، مشروع یا نه، شیوهش باید برای اخذ چه محدودیت هایی داشته باشه، چه خط قرمز هایی داشته باشه و امثال اینا. کما اینکه ماجرای مدافعان حرم که پیش میاد، این سوال برای ما مثلا مطرح میشه که قبر مبارک زینب کبری سلام الله علیها کجاست، مصر، مدینه است یا شامه. بیش از پیش مهم میشه، مسئله میشه. خود شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها با ماجرای مادران شهدا بیشتر مورد توجه قرار میگیره، درست؟ حالا موضوعاتی هم ممکنه باشه خیلی اساسی نداشته باشه، اونا وقتی مورد توجه قرار میگیره بالاخره یه مستندی براش جور کنیم. حالا حضرت زینب سلام الله علیها شخصیتش واضحه، یه جایی هم ممکنه یه موضوعاتی باشه که ما نیاز پیدا کنیم. مثال بارزش همین روزه های دهگانه دهه اول محرمه. ما وقتی مثلا الان موضوع من این نیست، موضوع من روشمندی بحثه، اینکه مثلا فرض بفرمایید شب چهارم راجع به فرزندان زینب کبری سلام الله علیها روزه خونده بشه، دیگه مسئله خیلی حساس میشه. حالا یه نفر بیاد بگه شاید یکی از این دو فرزند فرزند از زینب نباشه، این مسئله حیثیتی میشه. تا قبل از این اینطوری نبود، یعنی اون وقتی که شب چهارم روزه اصحاب خونده میشد، حساسیت روی این که از زینب حتما باید دو پسرش تو کربلا شهید شده باشه نبود، قبول داری؟ و
وقتی موضوع عوض میشه، یعنی گاهی مسائل اجتماعی وادار میکنه ما رو به چیزی باور کنیم. این خیلی خطرناکه. اگر تو مسائل مادر، مسائل اساسی، ما در عقایدمون بی‌دقتی یا جوزدگی داشته باشیم. در مورد فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها یا فرزند حضرت زینب سلام الله علیها، خب حالا نکته مهمی در مصادر نقل نشده. شهید کربلان عزیزن و ابی انتم و امی، امام معصوم فرمود. اما برای اینکه بشه 10 دقیقه روزه خون مطلب نیست. ما یه نیازی تولید کردیم، نیاز جدید. این نیاز جدید ما رو وادار میکنه به باور کردن قصه های نوظهور در اصل عظمت شفاعت شهدای کربلا. اصلا فرزند معصومین، فرزند منصوبین نباشن، جون سلام الله علیه، روحی له الفدا، یا هر کس دیگری بالاتر یا پایینتر. امام صادق میفرماد تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، قبلش هم فرماد به ابی انتم و امی، به حر به ابی انتم و امی. اصلا کله آدم سود میکشه. پس در عظمتشون هیچ خللی نیست. اما بخوای یه رب مجلس اداره کنی مطلب نیست. چکار باید کرد؟ آیا نمیشد حضرت زین العابدین سلام الله علیه یه شب بهش اختصاص پیدا کنه که 10 روزه مستند داره جانسوز؟ بعدم هیچ کس از معصومان، 14 معصوم، همچه ابتلایی نکشیده که او کشیده. جان نداشت؟ این خیلی مهمه که ما باورهای اصلی و فرعیمون رو چقدر با احساس انتخاب کنیم. احساس و اینها یه جو ایجاد بشه وادار میکنه مخاطب رو به پذیرش، چون اینجا گیرم، لازم دارم اینو. حتی تهش چیزی که آره از زینب میگیم چیه؟ از خیمه ها نیومد بیرون. حالا این که این اصلا تو مصادر قدیمی هست یا نیست یه بحثیه، ولی حالا این مثلا واقعا هنره بر از زینب سلام الله علیها، این چیز خاصیه. حالا این روزه رو برای از رباب سلام الله علیها بخونن که واقعا از بعد از شهادت پسرش از خیمه بیرون نیامد. بله، ولی از زینب سلام الله علیها یک فاطمه زهراست. اینا چیه که ما براش میگیم نیومد از خیمه بیرون؟ ولی اونجا نیاز داریم، خب چی بگیم؟ توجه میکنید؟ خدا به ما رحم کنه از این که با غلبه احساس. احساس خیلی ضروریه. اصلا امکان نداره شما مباحث دینی بدون احساس، به درد نمیخوره. هیچ کسی با کتاب فلسفی یا کتاب کلامی دقیق دیندار نشده. بله، یه دینداری که انگیزه داره مبانی فکری خودش رو تقویت کنه ممکنه بره اون رو بخونه تقویت بشه، ولی بعد اول دیندار شده باشه بعد بره اونجا. ببینید، خدا نمیفرماد یا رسول الله اگر این استدلالای شما 20 نبود، 1975 بود، دیگه کار خراب میشد. نه، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر خشن بودی، سخت دل بودی، تندخو بودی، نرم نبودی، فبما رحمت من الله لنت لهم. به رحمت الهی با اینا نرم برخورد میکردی. اون عظمت الهی پیغمبر رو میدیدن، آقا و متواضع، نرم جذب میشدن. احساس پس مهمه. تا اینجا عرض کردم که وقت تو ذهن‌ها اشتباه نشه. احساس مهمه.
برای همین ما معتقدیم مباحث اعتقادی رو هم باید ببرن تو مجلس روزه اهل بیت، مباحث رو بگن علمی، بعد باید روزه بخونن تا این بنشینه، تا به باور تبدیل بشه، تا بشه شیره جون، تا تو گوشت و پوست آدم بره. این یه چیز لو رفته است آقا، هم سنی هم مسیحی اینو گفته. اگر کسی میخواد به امیرالمومنین عرض ادب کنه و امیرالمومنین بخردش، نسبت به سید الشهدا باید اشکش روان باشه. این عجیبه. اون قصیده معروف عینیه ابن ابوالحدید وقتی از امیرالمومنین میگه، آخرش میگه که من دلم میخواد به من یه نظری کنی، نگاهی کنی، میگه ولقد بکیت لقتل آل محمد. من چیزی ندارم که تو منو بپذیری، ولی به من گریه کن پسرت. یعنی شما نگاه کنی، این معلومه که با جانها، با تینتها، با فطرتها میسازه. همون فرمایش مرحوم شهریار که تا چشم داشتم به حسینت گریستم. مسیحی هم میگه، میگه من چی دارم در برابر تو؟ یه کتاب شعر داره، کولاک کرده، ابیاتش اصلا حیرت انگیزه. میگه ولی اینا ارزشی نداره، تو حق داری از من نپذیری. خودش به خودی خود اینا ارزش نداره، اینا سنگریزه های در برابر ساحل دریای وجود توست. ولکنها حصات مخضوبه به دم الحسین الغالی. ولی من خواستم اینا رو بگم، اول برای حسینت گریه کردم، این سنگریزه های بی ارزش رو با خون پسرت رنگی کردم، حالا قیمت دیگه به من نمیخواد نگاه کنی. پس احساس مهمه، عقیده رو بعد بیاریم اتفاقا تو هیئت، عقیده رو بیاریم تو هیئت. منتها اونجایی که بحث عقیده است، ما باید فکر کنیم و معتقد باشیم به آنچه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین معتقدن، عمل کنیم به اون مناسکی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عمل میکردن، عبادت کنیم به شکلی که اونها سلام الله علیهم اجمعین عبادت میکردن. هرچه میتونیم نزدیکتر، دقیقتر، کمتر توش تغییر بدیم. دعا میخونیم کمتر وسطش حرف بزنیم، ولی وقتی توضیح میدیم خود دعا رو، وقتی که هی میبریم میاریم مثلا نظم و نسق فضایل دعا رو به هم میزنیم. چرا مثلا فرض کنید میان آخرش متوسل میشیم، این خوبه. یعنی اگر ما دنبال اینیم که عقاید اسلامی چیه، باید توجه کنیم که برای ما اون چیزی که مهمه عقاید اسلامیه، نه عقاید عمرو زید. عمرو زید ممکنه علمای خوب شیعه هم باشن، ولی ما دنبال اونی که اون دوره چه اتفاقی افتاد. بحث به اینجا رسید که بعد از صلح امام حسن یا آتش بس امام حسن سلام الله علیه با معاویه، فضای شیعیان دچار آسیب شد، چون حقیقت رو نمی گرفتن، امکان بیان خیلی سخت بود، شدت تقیه بالا بود. از یه طرف اگر چیزی بیان می شد، بلا فاصله جامعه این رو به عنوان قلو و اینها بنده جیب برا رو هی من میگم، اصلا باور نمی کردن که امام این مقاماتو داشته باشه. لذا ائمه از یه طرف بعد از مردم دیندار همون زمان ابا می کردن، تقیه مداراتی می کردن، ملاحظه می کردن. زیاد از این روایت یه دسته روایتی است که دع الناس ما لا یعلمون، یه حالا مردم اون چیزایی که نمیدونن خلاف عرفشونه آروم قصه خونی بگو، یو نمیخواد همه حقایقو بگی، یا تقان میزنن، نمیتونن تحمل کنن. اینا دارن میبینن که این کسان خلفای اسلامی و حکام اسلامی هن. حالا بلا تشبیه مثل این که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یه نفر که میخواد کارنامشو بگه، بگه من اسمت هم دارم. شما ببینید این میشه سرخط همه خبرها و شروع کنم تخریب کردن. چرا؟ چون اصلا اسمت دارم یعنی چی؟
نمیپذیره جامعه. حالا جا درست نمیپذیره؟ اون زمانم اونها وقتی نگاه میکردن خلفا رو و بنی امیه رو، اگر کسی میخواست تقدس در این حد قائل بشه، یه وقت تقدس برای جایگاه قائل میشدن، این حالا یه کارش میشد کرد. کسی این که بگه آقا شما حق ندارید به مقام وزارت، مثلا نمیدونم ارشاد، مقام وزارت، نه شخص فلانی، مقام وزارت محترم، یعنی جایگاه حقوقی، این هر کی رو منبر نشست. اما این که دیگه عصمت داشته باشه و نیازی به مطالعه و یادگیری و پرسش از دیگران نداشته باشه، اصلا این اصلا تو ذهنها خطور نمی کرد برای عموم مسلمی. شیعیان هم که جز عده قلیلی از شیعیان خبر از خیلی موضوعات نداشتن، به خاطر اینکه این بیان از بعد از رسول خدا تا اون زمان درش وقفه شده بود، تقریبا خیلی قطر سکونی و خاص برای بعضیا بود، اینا هم طبعا توقعشون این نبود که امام عصمت داشته باشه، آموزش لازم داشته. توقعشون همین ظواهر بود، لذا مثل حضرت موسی سلام الله علیه. ببینید آقا، حضرت موسی سلام الله علیه به ظاهر نسبت به اون عبد صالح خدا، اگر جناب خضر باشه، به ظاهر حق با کیه؟ حق با حضرت موسیه. بچه بچه مرده میره سر میباری، این خلاف شرعه. او در یه افق دیگریه اون عبد صالح. اون عبد صالح مأمور تکوین خداست، جناب موسی اگر همین موسی بوده یا موسی دیگری بوده که محل اختلاف الان بیان و علیه و علیه السلام، پیغمبر تشریعه، او مأمور تکوینه. ببین آقا، شما برید تو خیام ببینید دارن یه نفر خفه میکنن، باید برید نجات بدی. اما شما دارید میری خونه جناب عزرائیل علیه السلام، یه نفر بخواد جونشو بگیره و شما تمثل بشه ببینی، تمثل بشه جناب ازداری که میخواد جونو بگیره، شما ببینی، داری میبینی داره یکی رو میکشه، روحش رو قبض میکنه دیگه. اصلا همه قاتلا علکی هن، قاتل اصلی اوه دیگه، اوه که جونو میگیره، بقیه فوقش گلو رو فشار میدن، بقیه فوقش تیر به سر میزنن، قاتل اصلی در واقع اونی که کشتار میکنه، قبض روح در واقع بگم میکنه بهتره، اوه دیگه. شما یه تمثل بشه براتون جناب عزرائیل سلام الله علیه ببینید. تمثل بشه. یعنی نگاه کنی یه نفر داره یکی رو میکشه. میری داد بیداد میکنی دیگه. باید دفاع کنی. اونم اگر تمثل بشه، اونم لحظه قبض روح مستعصله و فریاد رسی میکنه دیگه. فریاد خواهی میکنه. اون که داره قبض روح میشه. شما وایسادی. تو فضای تشریع داره قتل میکنه، ولی تو فضای تکوین و مأمور خود بخیر عمر او تمام شده، چه به مرگ طبیعی چه به قتل، به هر چیزی او باید روحو قبض کنه بره. جناب موسی داشت درست میدید، برای چی بچه مردم داری سر میبری؟ کشتی مردم برای چی داری سوراخ میکنی؟ آقا این حق الناسه. اما یه وقتی من میرم جیب یکی رو میزنم، من میرم لاستیک مردمو پنچر میکنم، یه وقتی مأمور تکوین الهی قرار این لاستیک تو ما رو جاده که میره چرخش لاستیکش بترکه، کسی هم دست نزن. حالا این تمثل پیدا بشه، اون فرشته داره چرخو میترکونه، آه به ظاهر حق با موسی است. ولی اگر یه خوریه پله بره عقبتر او ببینه، حالا اینم چشم باز جناب موسی است که داره تکوین رو میبینه، اصلا هر کسی تکوین رو نمیبینه که، ما همین ظاهرها رو میبینیم. ما از خونمون میایم تا اینجا همین آدم ها رو میبینیم، به ازای هر آدم چند ده میلیارد مأمور تکوین و فرشته و ملک خدا داره، ما چه میبینیم؟ بشموریم 500 تا 700 تا 1000 تا 100 تا آدم نشسته اینجا، ارواحی که از مؤمنین هست، ملائکت اللهی که برای یا حسین میان توی مجلس جمع میشن، از قبل اذن میگیرن، نوبت میگیرن، ما نمیبینیم که، ما به همین ظاهر نگاه میکنیم.
پس اونایی که به امام حسن علیه السلام میگفتن نمیخوام بهشون حق بدم، ما میخوام ما گاهی مثلا بگیم چه آدم های بی ولایتی، اون ظاهر رو داشتن میدن، آقا برای چی با معاویه داری آتش بس امضا میکنی؟ حالا اونجا امام حسن علیه السلام بحث تکوینی نیست، منطقه امام اشراف به حقایقی داره که این نداره. کما این که قبلا هم عرض کردیم شب اول شد، برای خیلی ها سوال بود آخه چرا امیرالمومنین علیه السلام به خونش حمله کردن؟ جز یه نقلی که اون هم میگه خواست مثلا یکی رو گرفت زد زمین بعد رها کرد که اونجام در واقع ادامه نداد، چرا دفاع نکردی آخه؟ چطور اومدن دستتو بستن؟ مگه در خیبر نکنده بودی؟ به این ظاهر که نگاه کنی اینقدر بعضی کج رفتن که در برخی اهل سنت شبهه ترس امیرالمومنین مطرحه، نعوذ بالله. امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه پاسخ میده که خود واضحه که هر کسی زندگی امیرالمومنین رو بشناسه میدونه که ترس معنا نداره براش. ولی خود چرا دفاع نکردی؟ اونی که به این ظاهر نگاه میکنه چه گیر میکنه؟ چرا دفاع نکردی؟ خودش تنها بود امیرالمومنین در خونه، به خانه حمله میکردن توقع بود دفاع کنه. حالا که فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که بیشتر. بعد از بین جوابایی که بنده مفصل جاهای مختلفی یه وقتی یه باب در باب مصلحت یه جلسه مفصل عرض کردم نکاتی، جوابا متعدده، بحث مفصله، یه گوشش اینه که میخوام بگم شبیه فضای تکوین اصلا برای چی امام باید علم الهی و غیب و اینا داشته باشه؟ کار رمالا رو بکنه، کفبینا رو. امام کونه، عالم وجود، نه فقط این عرصه ما. میگه آقا برای چی علم یکن علی قویین فی امر الله یا فی دین الله؟ مگه علی قوی نبود به امام صادق میگه در دین خدا؟ چرا دفاع نکرد؟ حضرت یه پاسخی میده که میگه ببین بچه جان، یعنی او همزمان که داره میبینه مثل من و شما، ما یه عرصه رو میبینیم. طرف رفته المپیک مسابقه مثلا کشتی، با یه نفر داره میجنگه، تو یه صحنه است دیگه، یه عرصه است، ولی او در همه عوالم امامه و در همه عوالم ممتحنه همزمان. بلا تشبیه انگار این نفر وسط کشتیه المپیک همزمان تو المپیاد ریاضی هم داره شرکت میکنه، همین تازه اینا جفتش ظاهره، تو 20 دیگه هم همزمان داره شرکت میکنه، تو 50 تا دیگه، تو 1000 تا دیگه، این تازه ظاهره همش. یاب چرا علی دفاع نکرد؟ مگه ضعیف بود که دفاع نکرد؟ نموزو این مگه ضعیف بود؟ یعنی حرفی که تو مسجد از شیخ مسجد فضای عمومی مساجد اون روز میگن دیگه، این هم میاد میشه امام صادق میگه من ترسیده بود چی بود؟ حضرت میفرماد که آیتون من کتاب الله، آیه ای از کتاب خدا جلوی او رو گرفته بود. طرف هم مثل من گیج میگه ما آیاتو خوندیم، کدوم آیه جو گفته مثلا حمله کردن دفاع نکن؟ یا کدوم آیه؟ فرمود خداوند فرمود لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر صف کامل جدا بشه عذاب نازل میشه، عذاب نازل بشه کار تمام میشه، قیامت میشه، ولی خدا بنا نداره اون موقع قیامت بشه. فرمود قرار عده‌ای بیان به این دنیا ممتحن باشن، ما اومدیم تو این دنیا یه آزمایش داریم میدیم، عده‌ای دیگه هم هست. الان 7-8 میلیارد آدم الان اومدن، 20 سال پیش، 50 سال پیش یه عده دیگه بودن، 100 سال پیش یه عده دیگه بودن، 50 سال بعد یه عده دیگه هستن. حضرت فرمود اینا باید می اومدن. و امیرالمؤمنین امام ما نیست فقط که این ظاهر باشه. او میبینه یه عده از شیعیانش هنوز نیومدن. سفره رو برای اینا نمیخواد جمع کنه.
حالا شما نگاه کنید، اگر این روایت رو کسی معناشو بفهمه، جا داره بمیره آدم برای مظلومیتش که اون لحظه ای. ما مثلا این برامون جالبه که آوردن مسکین و یتیم و اسیر در خونه حضرت اومدن قضا رو از دهان حسنین گرفت داد به اونا، اینو نمیبینیم که به همسرش حمله کردن، نگاه کرد شیعیانی هنوز نیومدن و محروم میشن از ولایت او. فرمود آیت من کتاب الله، یه آیه از کتاب خدا منعش کرد، اینا باید بیان. یعنی هر کسی بعد از هجوم به خانه از زهرا اگر به دنیا اومده، هر بار روزه از زهرا رو شنید، باید بدونه که امیرالمومنین برای اومدن او چه کشیده. این اصلا یه فضای دیگریه. حالا مسئله تکوین هم فقط نیست. خب اونا چی میفهمیدن؟ نگاه میکنن گفتن ای آقا برای چی با معاویه صلح کرد؟ چون این ظاهر رو میبینه. خب اگه بابا جان این امام مثل خودت بخواد بفهمه که خودت بهتر از امامی، بعد اینو میگفت بهشون خودت بهتر از معاویه ای، چه لزومی داری که در حد معاویه بشه رئیس تو؟ خب خودت که بهتری، خداییش همه تون بهتر، همه عالم بهتره. اگر قراره یکی بیاد که من با افتخار حقیقتا با همه وجود با بهجت بگم که عبدک و ابن عبدک، مگه مفت خدا غیرت به بنده هاش داره؟ مگه مفت خدا اجازه میده بنده هاش جلو کسی سرخم کنن؟ یه جاست که تعتع کل شریف لشرفکم، هر شریفی در برابر شما از عظمتتون سرش پایینه. بخع کل جبار لفضلکم، ذل کل شیء لکم، تعتع کل شریف، هر سری در برابر شما افتاده است. اینکه معاویه نیست، حالا یه معاویه یه ذرم تقوا هم داشته باشه. اونا نگاه میکردن گفتن ای برای چی با معاویه صلح کرد؟ ظاهر رو میدیدن. اگر قرار بود همواره تشخیص شیعیان مثل امام باشه، لزومی نداشت که امام داشته باشیم. خودمون به تشخیص اون عمل میکردیم دیگه. یه کتابچه احکام عقاید یه لیست تهیه میکردن، حالا کپی هم اگه اون زمان نبود یه عده خلاصه کمپین خدمات رو انداختن، اینا رو می نوشتن می دادن دست من، خودتون برید. نمیتونیم ما که همه ابعاد وجودی عالم رو اصلا اشراف نداریم. لذا توقع خاصی از امام داشتن، این خودش وارد وادی پرخطر زیدیه شدنه. یعنی چی؟ یعنی که بگی به شرطی امام حسن امام است که با معاویه آتش بس امضا نکند، یا اینو وردار، هر شرط دیگه ای میخوای بذار، جز یک شرط، هیچ شرطی نمیشه برای امام گذاشت. اون چه شرطیه؟ اون اونجاییه که امام رسما اعتراف کنه من گناه کردم. خودش امام بگه این کار بت پرستی و شرک است ولی شیعیان انجام بدید، اینو قطعا انجام نمیده. یعنی این ابن در توقع داشته باشی. چرا؟ چون اصلا اون بحث تقلید در عقیده بود، درست کنم ورود به دین با عقل. امام کاری که عقل شما رو بزن از بین ببره نمی کنه. شما اون اول فهمیدی شرک بده، ایمان به توحید خوبه، پس امام هیچ وقت نمیگه بت پرستی کنید، شرک اب نداره، من اجازه میدم شما مشرک. اینو وهابیا میگن. جالبه، بنده کنار مسجد الحرام رفتم گفتم آقا ببخشید آشیخ دست بزنی به قرآن؟ میگه نه دست نزن. به پرده کعبه دست بزنی؟ میگه دست نزن. شرک شرک، دیدید که این شرک 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 دستشون. گفتم آقا این حجر رو برای چی میرن دست میزنن؟ گفت این سنته. من باریکل اگر شرکه پیغمبرم نمیتونه بگه این یه دونه شرک اب نداره، این یه کار قبیح اب نداره. ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا امر به سوء و فحشاء، چون خدای دیگه، خدا گفته شرک بده، خدا غیور به وحدانیت خودش، ولی میگه اب نداره. شب جمعه یه بت پرستی 10 دقیقه‌ای رو کنار کافه گلاسه اینا تجویز میکنیم، نمیشه. این و
پس جز این حالتی که امام رسما گناه بکنه، بگین گناه، چون گاهی ممکنه ما فکر کنیم گناه گناه نباشه، بگه بله گناهه، من آزادش کردم. بعدها بابهای بعضی از ائمه که باب قلابی بودن، قلاوت بودن، این کارو میکردن، مثلا من باب امام هادیم، مثلا فلان حرام، مثلا شرابخاری رو برای طرفدارانم آزاد میکنم به برکته، علی نمازمون رو خونده، یده بودن. امام هیچ وقت این کار نمیکنه، به فرماد خب نماز واجب الهیه، اما منظورم زیاده، میخوام بذارم کنار. بله ممکنه در یه شرایطی یه طوری بشه، مثلا فرض کنید بین نجات یه آدم و خواندن نماز تزاحم بشه، الان همزمان چیکار کنم و اون نجاتش بده، اما همینجوری حالت عادیه که من ولی مطلقم، نماز تعطیل، شرک بت پرستی 5 دقیقه تعطیل، نمیشه. اینو بذاریم کنار، یعنی خودش رسما به یک خلاف عقیده بیان یا خلاف شرع بیانی اعتراف کنه، بگه خلافش انجام میده، حتما این کارو نمیکنه. جز این از امام شما شرط دیگری بخوای تو ذهنت داشته باشی، باید مطمئن باشی. میگه امامه، کتاب کشیو ببینید، وقتی امام رضا سلام الله علیه ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، جلسه ای بین برخی شیعیان شکل گرفت و گفتن اگر بپذیره نعوذ بالله امام رضا طاغوته. این همین فکر خطرناک، یعنی میگن امام معصوم است پس خطا نمی کنن، پس اگر رفت با مأمون، آقا شاید یه جای دیگری رو داره میبینه، کما این که بگه دفاع از جان انسان ها واجب است، بله دفاع از جان عزیزترین انسان هستی که از زهراست اوجب واجبات، پس امیرالمومنین نعوذ بالله دیگه، اینا تحلیلای ماست. اگه میرفتی به امیرالمومنین میگفتی، نمیگفت این یه خلاف شرع بود که من انجام دادم، درست شد؟ هیچ شرطی نباید برای امام گذاشت. کسانی که برای امام شرط میگذاشتن، غیر اون یه موردی که من استثنا کردم که واضحه، اینا با اولین موردی که با شرط ذهنیشون تفاوت ایجاد میشد از امامت فاصله میگرفت. مثلا تو ذهنشون این بود که امام نباید امروز حرف میزنه فردا یه چیز دیگه ای بگه، لابد از جهله. توجه نمیکرد که امام گاهی به خاطر اینکه آدمی تو مجلس نشسته که راپورت میده، ممکنه حکمی که دیروز فرموده رو امروز چیز دیگه بگه، تقیه کنه. یا نه ایشون تو مجلسه که ایشون خوبم هست، شیعم هست، ولی تو دستگاه دشمن یا تو محله‌ای که دشمن هست یا همسایه داره یا فامیل داره، اگر اینو بره بگه جونش به خطر میفته. امروز امام اون حکم رو چیز دیگری میگه که جون او رو حفظ کنه. یعنی عرض کردیم دیگه، او همزمان داره هزار تا عرصه رو میبینه و من همین زهار رو دارم میبینم. بعضی ها که از تشیع خارج شدن، بیشترین ریزش در تشیع مال اختلاف و روایه بوده، میگن از امام یه روایت امروز فردا روایت یه خلاف، هم لابد پس سواد نداره امام. با همین مثالی که عرض کردم، ماجرای موسی و خضر میشه، ظاهر رو نگاه میکنه، میگه یعنی چی امروز یه چیز گفت، حکم خدا فرق اینه، این که شما بیا از من سوال کنی من بگم در سفر نماز شکسته است، فردا از من بپرسی بگم نماز تمام، میگه بابا این شیخ درس نخونده. شما ای در مورد من بگی، حالا خودم احتیاط کنه در مورد افراد، ولی خب من اصلا شما میدونی که به اون عوالم دسترسی ندارم، ولی امامی که وصفش جلوتر میاد که در روایات اومده متعدد، اگر قرار بود قد فهمش هم قد من و شما باشه، ده بیستان بالا پایین، اصلا نیازی به امامت ما نداشتی. 1400 سال گذشته، تجربه ما نسبت 1400 سال پیش بیشتره، اون وقت ما باسوادتر می شدیم، همون طوری که برخی فقهای 200 سال اخیر ممکن است فقهای 800 سال پیش قوی تر شده باشن، چون تجربه بشری رشد میکنه. اما امام که اینطوری نیست، امام عوالم وجوده، امام کونه. این فهمش خیلی سخت بوده،
مخصوصا که امام امیرالمومنین یا امام حسن سلام الله علیه ما رقیبی که تو جامعه دارن معاویه است. و حالا شما ببینید همه جای آدم آتیش میگیره که وسط جنگ صفین بلن بگن میگیم حکم بیاد ببینیم بین علی و معاویه حق با کیه. شما ما امیرالمومنین از کجا آوردن تو این دنیا؟ بعد تو این دنیا اینقدر آشور میشه که یه مسیحی میگه خاک بر سر دنیا که حرامزاده رو بر طهر طاهر ترجیح دادی. اون هم میفهم بی آبروها. یه دایی‌زاده معاویه داشت اسمش محمد ابن ابی حذیفه بود، این در مصر زندگی میکرد. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید این مقاومت کرد در برابر شامیان، طرفدار امیرالمومنین بود. عجایبی داره این عالم. نوه سندی ابن شاهک میشه شاعر اهل بیت، دایی‌زاده معاویه میشه عاشق امیرالمومنین، پسر خالد ابن ولید از پدرش و معاویه در علن ابراز براءت میکنه. خیلی سخته یه نفر از باباش بگذره. یا محمد ابن حبیبک روحی لو الفدا وقتی خواست با امیرالمومنین بیعت کنه گفت ابایعک بیعت میکنم علا ولایتک و البراءت عن ابی. اصلا اینا کی بودن؟ گرفتش اینو معاویه، دستشو بستن محمد ابن ابی حذیفه رو، تو با فامیله ما این ما یه قوم خویشیم، تو اومدی اینجا که من از خیلی ها نزدیکتر بودی، بالاخره یه استان هم میادم به تو، چی گیرت میاد اونجا؟ فکر کردی چی میده علی بهت اضافه؟ یه سکه اضافه بهت میده از بیت المال. گفت اونی که من دیدم اینه که آن که او را ولایتش رو پذیرفته کل قوام سوام، اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت، اهل حروم حلال. اون دوروبریای تو، سران دوروبریای تو، یه مش حرامزاده، یه مش اهل فحشا، فسق و فجور. آقا اصلا دوروبریاتون ربطی به هم ندارید. یعنی اگر کسی، این امویه، اگر کسی سلام و رحمت الله، اگر کسی قد این میفهمید که این بنده خدا بالاخره توی فضای فاسدی روش کرده تو فضای بنی امیه، میفهمید فاصله چقدر زیاده. مردم گفتن حکمیت. بعد امام حسن حالا تو این فضا که اصلا نمیتونه اینا رو بفهمه، امام حسن رفته با معاویه آتش بس امضا کرده. یا زین العابدین علیه السلام در تحرکات علیه بنی امیه بعد از کربلا دخالت نداره، سکولاره. به شدت این مدل فحش دادن امروز در جامعه ما با ادنا احتمالی که یه نفر با ما مخالف باشه یه چیزایی بهش میگیم که ساقطش کنیم به اسم دینداری. مثل ما، به جرم این که مثل ما فکر نمی کنیم. نرفتن سراغ علی ابن الحسین. حالا وقت گذشت، امشب غیر از ستا کتابی که نخوندونم یه قطعی از صحیفه‌ام یه چیزی میخواستم بخونم که حالا نشد، ایشالا بعدا. ما سالها آسیب جدی خوردیم از این تفکر. شاید اگر به ما بگن، اینو بگن وارد روزه بشم، در روایات به ما میگه از امام هر کس عقب بمونه چی میشه، میفهمیم، چون آدم عقب بمونه از امام. اما اینکه جلو زنندگان چه مصادیقی دارن،
تو ذهنمون کمه که یعنی چی از امام که جلو بزنه. حالا کوچیکترش اینه که امام صادق رو میبینه یه فداد شمین لباس خوب نیست شما رئیس شیعه با این لباس بیایی بیرون. یعنی امام وقتی امامه که شروطی داره. آقا چرا شما مثل پدرت امیرالمومنین لباس مثلا در به داغون نمیپوشی؟ توقع داره. مگه امیرالمومنین اینطوری نیست؟ پس تو هم در لباس باید مثل او باشی. شرط قائله دیگه. حالا بعضی مؤدبانه میان سوال میکنن تو مسیر تربیتن. بعضی هم میان امامو نهی از منکر میکنن نعوذ بالله. پیغمبر اکرم اجازه نمیداد نابالغ ها برن جنگ. بسیاری رو اسمشون رو نوشتن، التماس کردن، پیغمبر اکرم نمیذاشته برن جنگ. اونم در جنگی که شکست قطعیه. یه وقتی آدم در یه جنگی نیرو ببره، نیرو افزایش پیدا کنن، احتمال پیروزی هست. دفاع میکنیم تا جون داریم برای اینکه نتیجه بگیریم. یه وقتی در یه جنگی حصول نتیجه ممتنه مثل کربلا. بعضی فقها ها در این که چرا سید الشهدا علیه السلام یارانش و زوری مرخص نکردن بحث کردن. وقتی میدونه قطعا شهید میشه این یارا رو شبونه بگه حتما من واجب میکنم برید. بحث کردن. اون چیزی که بعضی ها در مورد دستگاه سید و شهدا میگن غلط میگن، درستش اینه. میگن در مورد دستگاه سید و شهدا حرف نزنید. در مورد رفتار سید و شهدا انقلت نکنید. نه در مورد عزاداران. عزاداران ممکن خطا کنن، بعد نهی از منکر که اینا از مرجعشون باید اجازه بگیرن. من و شما که اسمت نداریم. نسبت به رفتار حضرت اگر نفهمیدیم هم صبر میکنیم تا انشالله صاحبمون بیاد ازش بپرسیم. در مورد رفتار امام حسین سوال نکن. اگر سوال منظورم انکاره، این چه کاریه؟ نه اینی که به یه شیعه باید به وظایفش عمل کنه. شیعه ذوقی قرار نیست باشه، فقط باید به دینش عمل کنه. بعضی گفتن سربازا رو چرا مرخص نکرد؟ حالا سربازا هیچ، نابالغ برای چیه؟ ما اومدیم تو این دنیا دیگه توجه نکردن که از 10 سالگی امیرالمومنین فدایی پیغمبره. ما اومدیم تو این دنیا که یه چیزی برای آخرت گیرمون بیاد، رشد کنیم، کمال پیدا کنیم، بفهمیم، عبادت کنیم، بندگی کنیم، نفس رو زیر پا بذاریم. حالا یه نفر پیدا میشه که نابغه یه کماله، قاعده رو برای او تنگ کنی؟ اسلام فرق داره با منطق آموزش شابلونی قاعده مند خشک بشری. بله پیغمبر اکرم به جز امیرالمومنین و ممکنه موارد استثنایی دیگری اجازه نمیداد نابالغ‌ها در جنگ شرکت کنن، در درگیری ها شرکت کنن، در خطر شرکت کنن. اما این یه نفر ویژه است. چی؟ شب عاشورا حضرت داشت با یارانش صحبت میکرد، مرخصشون کرد. چون کسی که میخواد تو این عرصه بمونه، این یه جنگی نیست که 20 سال بعد فراموش بشه. این یک جنگی است که درون هر انسانی نزاعش وجود داره تا قیامت. حرارت داغش در دلهای مؤمنین هست. اینقدر پررنگه که به ما امام رضا میفرماد هر وقتی داغ دیدی، داغ تازه، الان داغ دیدی.
بچه تو، بابا تو، مادر تو، همسر تو. الان اذا بکی تل شیئن فبکل الحسین، یعنی اون داغش تازه تر از این داغه. این فرق داره، اصلا چی میفهمیم ما؟ اونم امام نگاه میکنه که حقیقت عالم رو میبینه و میفهمه. حضرت داشت با این یاران صحبت میکرد، مرخص کرد، اینها بلند شدن یکی یکی صحبت کردن. خدا روزی ما کنه یه روز در خیمه امام زمان باشیم شب قبل عملیات. حضرت هیچ کسو زوری نمیبره، ما بتونیم لبیک بگیم، زبونمون به لبیک باز بشه. خدا به ما شجاعت بده خودمون رو فدای حضرت کنیم. یا یکی یکی اعلام آمادگی کردن، حضرت هم با اینا صحبت کرد. خانواده ادبن، اگر وارد جمع میشد چه بسا سید الشهدا میستاد، مجلس به هم میخورد، عقب وایساد. مجلس که تمام شد آمد جلو، عرض کرد که یا اما فردا تکلیف من چی میشه؟ یا امام حسن، بزرگان با زن و بچه اینا تو جنگ‌های پیغمبر در می‌رفتن، در رفتن یه چیز طبیعی انسانی، آدم تو خطر بیفته فرار کنه. خدا به ما روزی کنه دستمونو بگیرن. انقدر مهمه که گفتن به امیرالمومنین تو چرا فرار نمی‌کنی تو جنگ‌ها؟ تو چطور پیروز میشی؟ فرمود به نجدت اکرمن الله بها، شجاعتی که خدا روزیم کرده. نگاه توحیدیه. خدا به ما هم روزی کنه انشالله. کیفه تر الموت، بالغ نیاز نیست بشه. این قرار بود بعد از چند ده سال به اینجا برسه، به این فهم. بریم به سلمان بگیم کیفه تر الموت فی سبیل الحسین، بهتر از این جواب میتونه بگه؟ حالا میگیم این نابالغ بود. این خب رسیده، ما هم داشتیم تو این جنگ بنزه خودشون. حالا کسی با اهل بیت قابل قیاس نیست که 15 سالشه، ولی از 70 سالها جلوتر. مسیر کمال که مسیر احلا من الاصل. حالا من این چیز به شما بگم جگرتون بسوزه، این یعنی این که بابام هم اون روزی که به مادرم حمله کردن امیرالمومنین رو نگاه می کرد. ترس نبود، ضعف جسمی نبود. یا من خوشم نمیاد بگیم چون قدم کوتاه بود، کما این که یه روزی یکی از اینها رو منبر نشسته بود، دستور داشت. امام حسن علیه السلام آمد وسط مسجد، بعضی نقلا گفتن امام حسین، در همون 6-7 سالگی به همین فرد فرمود انزل ان منبر ابی، از منبر بابای من بیا پایین. این قرار بود صحبت کنه، شجاعت داشت. شما همینقدر تو ذهنتون بیارید یه نفر چقدر باید بنده باشه که ببینه مادرش رو میزنن ولی بگه امامم اینجا فرموده که فعلا باید دست نگه داشت. شما دنبال بلوغ نباشید، همه بالغ ها فدای این ها. کیفه تر الموت احلا من الاصل. حضرت فرمود که قاسم جان تو فردا به بلای عظیمی گرفتار میشی. فردا شد، من مختصرش کنم. دشمن میگه داریم نگاه میکنیم، دیدیم که یه نوجوانی که انه فلقت و قمر، ماه پاره وسط روز زیر تیغ آفتاب، دیدیم انگار یه ماه پاره اومد محضر سید الشهدا. حضرت آقای ما رو، آقای عالم رو، پسر کریم رو وقتی دید شمشیر حمائل بسته، شمشیر به زمین کشیده میشه، لباس نظامی به تن نداره، شروع کرد گریه کردن، قبول نکرد. امروز این آدمایی که به همه چیه ما گیر میدن، چرا میدید کربلا به فقرا،
پول نمیدید فلان، که در حالی که به فقرا هم همینا پول میدن، میگفتن نگاه کن بچه‌ها رو برده خودش دفاع کنه. باید ثبت میشد در تاریخ. خدا رحمت کنه شهدای ما رو که تو این سن و سالا به همچین آقایی اقتدا کردن. حضرت مانع شد، جعل یقبل یدی، افتاد رو دست امام. چقدر سخت بوده برای سید الشهدا، آقایی که نه به هیچ کس نمیگفته، ولی او بلده، میشناسته این خانواده رو. جعل یقبل یدیه و رجلی، افتاد به پای حضرت، به پای حضرت افتاد، کار تمام شد. حیف این قاسمه. واقعا شهدای کربلا اگر قاسم بینشون نبود، نقصی بود بینشون. جعل یبکیان حتی غشی علیه ما، آقا در آغوشش گرفت با هم گریه کردن. جمله آخرم اینه، باقی روزه رو میخونن براتون، ولای عظیم رو. خاص بره میدان، من همیشه اینطور میگم، دیدید آقا یه جوونی روز عروسیش که میشه پدر یا مادر نداشته باشه تو مجلس یاد میکنه، ها آدم لحظه شادیش عروسیش به یه نعمتی که میرسه عزیزانشو یاد میکنه. لحظه شادتر از این برای عروج این انسان ملکوتی نبود که دید بابام نیست این صحنه رو ببینه. خرج و دموع تسیل و علا خده، صورتش خیس عشق بود، صدا زد انتون کرونی فان ابن الحسن سبت النبی